سلام مجدد خدمت همراهان، در کنار قهرمان شکست ناپذیر مازیار یاری هستیم با کمربندی که ازش دفاع کرده. خب مازیار، فایتت چطور بود؟ اونجوری که دوست داشتی فایت کردی؟ خب ما از اولم پیش بینی کرده بودیم که حالا اونایی که منو دوست داشتن قبل از این بازی بهم تبریک گفتن، از همینجا از همه‌شون تشکر میکنم. خب اینا روی یه چیز دیگه برنامه‌ریزی کرده بودن، منم آمدم نبگم لحظه آخر، من دو ماهی هست که روی تکنیک دارم کار میکنم که کتک خورم خوب باشه، برم پایین و با کتک خوری که از خودم به جا میرم بازی رو تمام کنم. همین کارم کردم با ضربان قلبی که شاهین بالا برد، یواش یواش بازی رو کنترل کردم و دست خودم آوردم. همه هم بازی رو دیدین که به نفع اصلا هم تمامش کرد. یعنی اومده بودی برای اینکه شده حتی 5 راندم طول بکشه فایت رو ادامه بدی؟ من از قبل پیش بینی کرده بودم که تایم دوم بازیم تمام میشه، چون واقعا دارم میگم، نمیگم بهترین ایران هستم، ولی از خیلی جامد تا 90 کیلو ایرانم بازی کردم. اصلا برام مهم نیست، من همه 50% برای باخت میان، ولی من 100% میام اینجا. اگه به بازمم هیچ مشکلی برام پیش نیاد، نه قصه میخورم، نه میگم که واقعا از اینجا دیگه بنبست شده برام، من برد و باختم برام یه مزه میده. چون خب میخوام در ادامه برای هدفات ازت بپرسم، چون یه مدت طولانیه که فایت نکردی و خودت میدونی برای زندگی حرفه یا قهرمانی اینکه طولانی مدت فایت نکنی دوباره بیای کار درستی نیست، مخصوصا حالا توی ایران. پلن بعدیت الان برای فایت و مسابقه دقیقاً به من میگی چیه؟ همونجوری که شنیدم که وزن بالاتر از خودت هم چالش کردی، میخوام ببینم وزن زیاد میکنی. خب چه کار میخوای بکنی؟ خب من چطور بگم، مقصر من نیستم، مقصر کسایی هستن که دور و بر من هستن. من بیچاره ساد خدا تام، کارم اصلا ورزشه، من کارم ورزش کردم. من 3 سال کمربند خونم، هیچ کی نیومده منو چالش کنه. من اصلا از این خسته شدم، من دیگه واقعا این کمربند رو دوست ندارم، چون 3 سال من تو خونه خوابیده. من حداقل با 6 ماه 7 ماه یه بار، شما بگو یک سال باید بیام از کمربندم دفاع کنم که مازیار پیشرفت کنه. ولی الان با وزنی که دارم، من 74 کیلو وزنمه، ولی میخوام 77 بازی کنم، 84 نوسی که الان بهترین تیم علی اکبری با من بازی کرده، به من باج داده، دوباره هم بازی میکنم. من از همین الان به همه فایترهای ایرانی میگم که آماده باشین، مازیار دوباره برمیگرده. نه سن برام مهمه، نه اینکه بگم، من واقعا بگم خیلی ها میگن دیگه مازیار پیر شده، همتون هم دیدین خیلی از جوان ها فقط الان منتظرن ببینن مازیار تو تایم مسابقات چیکار میکنه، ولی در گفتار همه بهم میگن تو پیر شدی. من تازه دارم MMA رو به ایرانی ها نشون میدم که چطوری باید فایت کنم. برای فایت خارجی چه برنامه‌ای داری؟ فایت های خارجی اگه منیجرام بچینن از قبل بهم بگن واقعا زحمت میکشم، ولی هیچ خبری نیست، منم مثل بقیه باید به خاطر شرایط کرونا یه سری عقب افتاده بود، ولی فکر کنم برای تو افق روشنی انتظار تو بکشه. خب من یک گله هم بکنم از تمام عزیزانی که دوباره ما هستن، من باید بهم کمک کنم، ولی کسی بهم کمک نکرده. من بچه روستایی هم، بچه کشاورزم، با خرج خودم دارم این مسابقات رو میرم. هیچ کس تا الان هیچ کمکی تو ایران به من نکرده واقعا. مگه یکی مثل، اگه منم پشتیبانی داشتم الان علی اکبری که پیشم هیچی نبود، اون پشتیبان داره، من ندارم، باید یه جور درجا بزنم تو ایرانو، فقط بشینم با بچهای خودم مبارزه کنم. امیدوارم که افق روشنی حالا انتظار تو بکشه با توجه به نمایشی که همیشه داشتی از خودت و پرفورمنس امشبت. فکر میکنم که توی تا پایان سال حداقل فکر میکنم که دوتا فایت رو بتونی انجام بدی. من از این به بعد فقط کمربند دارا رو چالش میکنم، منتظرم 80 که مشخص شد، 77 ان شاء الله بازی بعد مشخص بشه. من الان بازی بعد و کمربند دارا دیدین همتونم چالش کردم، بازی بعدم میام بازی میکنم، برد و باختش مهم نیست، فقط میخوام بازی کنم. مطمئنم باشین کمربند 84 مال منه. امید خدا میبینمت. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی. فدات بشم.